سلام بچه ها، من تصمیم گرفتم که یه لایوی بذارم و نکاتی که در زندگی درمانی چند روزه سیما سپر و زیبا دیدم اینا رو بیام از در واقع زاویه دید خودمم بررسی بکنم. مرسی. چند تا نکاتی رو من انتخاب کردم که اینا رو شروع کنیم و راجبشون صحبت بکنیم. در ابتدای لایو من کامنت ها رو میبندم بعد از اینی که کمی صحبت کردم و چیز شد، بعد باز میکنم. خب بچه ها، یه مسئله ای که من میخواستم بهش اشاره بکنم، همونطور که میدونین سیما عمل اسلیو معده انجام داده. یعنی چی؟ یعنی معدهش رو کوچیک کرده، که خب بالاخره این عمل برای لاغریه. ولی تمام مدتی که با زیبا بود، حالا جالبه، من چون که توی مسافرت بودم، نرگس هم همراه من بود، این سوال برای نرگس هم ایجاد شده بود که مثلا سیما چطوری میتونه انقدر بخوره با وجود اینکه این عمل رو انجام داده. بعد مثلا میگفتش که خب سحر، کسایی که عمل اسلیو معده انجام میدن، معدهشون کوچیک میشه و خب اینا اشتهاشون خیلی کم میشه، پس سیما چطور هی رستوران میره، نمیدونم عکسایی که میذارن، غذاهایی که هست، همه اینا براش این سوال شده بود. و خود منم، حالا من یعنی حتی برای نرگس شک ایجاد شده بود که آیا واقعا اصلا این راست میگه این عملو کرده، یا رفته فقط مثلا این شکمشو کشیده کوچیک کرده، که من گفتم من فکر نمی کنم که دروغ بگه. ولی خب اگه برای تو سواله میخوای بپرس. ولی خود منم چیزی که از این بر در واقع انعکاسی که از خوردنشون میگیرم اینه که خب این مسئله انگار یه مسئله بولدیه. بعد که خب وقتی که نرگس سوال کرد، زیبا برگشت گفتش که سیما یک دهم من میخوره، یک دهم من غذا میخوره و واقعا زیاد غذا نمیخوره. حالا من به این مسئله فکر کردم و به خودم فکر کردم که خب این الان این نکته از کجاست که با وجودی که ایشون حالا شاید حجم غذاش خیلی کمه، ولی چیزی که از خودش نشون میده و دیگران ازش میگیرن اینه که خب این یه آدمیه که خیلی تو فکر غذاست، تو فکر رستورانه، همش نمیدونم الان بریم قابلی پلو غذای افغان رو بخوریم، الان نمیدونم فلان رستوران رو رزرو کردیم با نازیلا، نمیدونم فلان جا رو بریم، همش این مسئله رو زیاد ازش میشنویم. چیزی که بهش رسیدم، یعنی چیزی که بهش توجه کردم از این نظر اینه که خب سیما انگار که این عمل کوچیک کردن یا اسلیو معده رو انجام داده، ولی ذهنش هنوز ذهن یه آدمیه که انگار خیلی پرخوره، انگار خیلی مثلا تو فکر غذاست. یعنی انگار که ذهنش اون عمل اسلیو معده توی اون باید انگار تو ذهنش انجام بشه، باید تو ذهنش انجام بشه. و حالا البته اینجا من سیما رو میگم و مثلا اسمش رو میارم به خاطر اینکه یک نمونه عینیه، وگرنه خب این مسئله در خیلی از ماها هست، چه کسایی که حالا این عمل رو انجام دادن، چه کسایی که ندادن، و انگار که اون ذهن است که سیر نمیشه. مثلا من هم سیما رو دیدم، هم زیبا رو دیدم. زیبا خیلی اشتهاش خوبه. مثلا وقتی که ترکیه بودیم، من یه وقتایی می دیدم خیلی با اشتها میخورد فلان اینا، که حقیقتا یه وقتایی مثلا خود من چیز میکردم، مثلا ای چی جالب الان مثلا
این غذا رو خوردیم چه جالب، بازم میلش میکشه، میتونه باز مثلا این حالا میوه هم بخوره یا این شیرینی هم بخوره بعدش. ولی زیبا فقط توی اون لحظه است، یعنی توی اون لحظه است با اون خوراکیایی که اونجاست، یعنی باشه میخوره، هی بهش فکر نمیکنه، هی قبلش نمیگه که الان مثلا فردا بریم فلان غذا رو درست کنیم، بعد بریم نمیدونم فلان خوراکی رو بخریم. من اصلا ازش نشنیدم که یه اینجور حالتی که مثلا هی بخواد برنامه ریزی برای این خوردن داشته باشه. ولی سیما حتی اون موقعم که عمل نکرده بود خیلی اینجوری نبود بگیم مثلا اینکه بشقاب غذای خیلی زیاد بخوره. معمولا همون موقعم من یادم ترکیه هم مثلا میومد غذا میکشید یه ذره میخورد میذاش رو اوپن دیگه، حالا میرفت میومد مثلا یه ذره دیگه میخورد یا اینا، ولی خیلی مثلا هی میگفت حالا تچین درست کنیم، من انقدر خوب درست میکنم، اینو درست کنیم اونو درست کنیم. واقعا هم آشپزیش خیلی خوبه، من دستپختش رو خیلی دوست داشتم. اما این یه نکته خیلی جالبه که یعنی بخش خوردن یه بر، بخش روانی خوردن یه بر. اینکه خب حالا من مثلا در مورد سیما اینو میتونم بگم که اینقدر از قبلش هی بهش فکر نکن، هی براش برنامه ریزی این مدلی نکن، بذار وقتی که مثلا رفتی رستوران اونجا اصلا معدت تصمیم بگیره، اشتهات تصمیم بگیره، میل تصمیم بگیره، نه که از قبل هی بخوای اینو بگی. این یه تکنیک روانی خیلی خوب میتونه باشه که آدم به جای اینی که این موضوع رو از قبل هی توی ذهن خودش بخواد بیاره، اجازه بده که مثلا بدنش تصمیم بگیره توی همون لحظه، توی همون موقعیت. مثلا کار جالبی که زیبا میکرد این بود که آشپزیش حالا مثلا چجوری بود، میومدیم میگفت بذار من مثلا بذاری من حالا من غذا رو یه کاریش میکنم، میرفت مثلا در یخچال باز میکرد با اون چیزایی که بود اون لحظه، مثلا خب حالا این کدو رو بیاریم، این نمیدونم تخم مرغ رو بیاریم، این فلان رو بهش قاطی کنیم، میشد یه غذایی، میشد یه غذایی. و توی همون چیز حالا چی میگن توی همون موقعیت ما میخوردیمش، نه اینی که مثلا از دیروزش بگه که خب حالا فردا این قرمه سبزیه باشه، این جورش کنم اون جورش کنم فلان. این یه چیز بود، یه مسئله بود که به چشم خیلی هم اتفاقا اومده بود که هی میگفتن خب مگه اصلی به معده نکرده و چرا انقدر میخوره، چون که خب بچه ها که اونجا نبودن که ببینن مثلا حالا سیما چه حجم از بشقابش رو داره تموم میکنه. ولی اون ولع ذهنی خوردنش به چشم میومد و من فکر میکنم این راهکاری که من گفتم یه چیز واقعا موثر و خوبی باشه توی این زمینه. تو کامنت ها رو میذاره باز بکنیم. موضوع بعدی که میخواستم بگم در مورد مسئله هدیه دادن، قبل از اینی که سیما بخواد بره آلمان و این مسافرتش انجام بشه، زیبا توی صحبتی که باش میکنه میگه که سیما تو میخوای یه هدیه‌ای بر من بیاری؟ یه در واقع صحبت میشه در مورد اینی که اصلا میخوای هدیه‌ای بیاری، نمیخوای بیاری اینا، که سیما میگه آره. و خب زیبا میگه که من اگه میخوای هدیه‌ای به من بدی، اون هدیه، سیما وقتی مثلا ازش پرسه خب تو چی میخوای، چی دوست داری که من به تو هدیه بدم، زیبا برمیگرده بهش میگه که هدیه ای اگر میخوای به من بدی، هدیت این باشه که بیای توی گروه، هدیت این باشه که برگردی تو گروه. سیما خب میگه که چیزی که بود، سیما با هر دو تا اکانتش
هم یه دونه اکانت ترکیه داره، هم یه دونه اکانت با شماره امریکاش. اومد توی گروه، اومد توی گروه و این هدیه سیما شد به زیبا. و خب چیزی که به قول خودش گفتنی مثلا چیز بزرگی هم نبود، یعنی کار حتی راحتی بود اون لحظه که خیلی سریع هم انجامش داد. خب سیما، تو اینو به زیبا هدیه داده بودی زمانی که با نوری به مشکل خوردی، زمانی که در واقع اومدی گفتی که این حرفا برای من زیاده، اینا برای من نمیدونم، اون سر اون وایسایی که با نوری رد و بدل شد، تو برداشتی از گروه لفت دادی خیلی راحت و در واقع انگار اونجایی که نتونستی بری مسئله تو با خود نوری حل بکنی، نتونستی، چون اصلا زیبا چیزی نداشت اونجا، درگیری حتی با زیبا نداشتی، به جای اینی که بری مسئله تو اونجا حل بکنی، اونجا صحبت بکنی یا بیای لایو بذاری، اتفاقا خیلی هم خوب لایو میذارین خودتون، حرفاتونو میزنین و همه اینها، خیلی راحت برگشتی از گروه لفت دادی. یعنی انگار که همین مسئله مکانیسم جبرانی که زیبا توی خیلی جاها میاد تعریفش میکنه، مثالشو میزنه، که انگار وقتی که آدم نمیتونه توی اون مسئله مرتبط و به جا ریاکشن خودشو نشون بده، میاد تلافی میکنه سر یه چیز دیگه ای که حالا براش آسون تره انگار. یعنی اصلا نه نوری توی گروه ما بود، نه خیلی پیامایی که از کانال میومد و خوشایند تو نبود، اینا هیچ کدوم توی گروه نبودن و حتی اگرم بودن باز لفت دادن تو توجیهی نداشت. به هر حال تو این کارو کرده بودی به عنوان، حالا اسمش هم زیبا میگه به عنوان هدیه برای زیبا، ولی در اصل هدیه به خودت هم بود، هدیه به خودت هم بود و خودتو هم خیلی مشتاق این مسئله بودی. همونجا که برگشتی به شری حتی اینو گفتی که شری، زیبا عمل ما رو میخواد، زیبا کارهای عملی ما رو میخواد، نه حرفا و نمیدونم کادوها و این مسائل اینطوری. اونجا خودت اومد این حرفا رو به شری زدی، ولی در عمل تا یه حدی اومدی جلو، ولی باز به سرعت تا یه ذره فشارات زیاد شد، تا یه ذره احساس کردی خب از تعریفا کم شده و مسائل حالا یه کمی ناخوشایند شده، خیلی زود اینو لفت دادی و من این انتقادم به تو داشتم که در این رابطه خودم حالا توی دو تا موضوع گفتم، یکی این که این هدیه بود و تو اینو به این صورت انگار پسش گرفتی و حتی نرفتی صحبت بکنی. خب زیبا، من اینو مثلا به تو هدیه دادم، الان این فشارا به این صورت هست و تحمل مثلا حالا اصلا فضای گروه و همه اینا برام سخته، ولی چون اینو به تو هدیه داده بودم، الان نظر تو چی؟ الان من چی کار کنم؟ حتی اینو نپرسیدی، حتی اینو نپرسیدی. یکی اینو میتونستی اینجوری انجام بدی و یکی دیگه هم اینی که خب اصلا بحث کارهای عملی و انتقادهایی که خودت خب به خیلی از بچه ها داشتی رو در اینجا به یه صورتی انگار نقض کردی. بچه حالا من بعدن میام پیاماتون رو میبینم، ولی چون زیاد توجه نمی کردم گذاشتم که حالا باز باشه. مورد بعدی که من میخوام راجبش صحبت بکنم مسئله دختر سیماست، دخترش آریانوش، که خب ببین ما اصلا چند سال پیشی که سیما تازه توی گروه تلگرامی ما اومده بود و با ما تازه آشنا شده بود، فکر کنم 2 سال پیش میشه، با هم که صحبت میکردیم گفتش که آره من همسر قبلیم، یعنی پدر دخترم، کرمانشاهی بوده
که گفت از خانواده زنگنه بودم، که من حد زدم گفتم پس احتمالا فامیلی دخترش هم زنگنه باشه، ولی بعدا دیدم که نه، فکرم سپهر. حالا این چجوریه دیگه من جزئیات اینو نمیدونم، حالا بهتون راجع به این مسائلم میگم. اون موقع که سیما با من صحبت میکرد، خب مثلا یه جوری مثل یه آشناییتی از این طریق بود که خب حالا منم ما مثلا کرمانشاهی هستیم، چون میگفت من مادر شوهرم خیلی دوست داشتم، با وجود اینکه حالا با شوهرش مثلا جدا شده بودن روابطشون هر چی که بود، ولی میگفت مادر شوهرم خیلی دوست داشتم و اینا. یه باری من اون موقع ها اومده بودم یه عکس دوران چاقی خودم رو گذاشته بودم، یه عکسی هست احتمالا خیلیاتون دیدینش، که من یه پیرن صورتی تنمه، خیلی اون موقع چاق بودم. بعد کنارش هم یه عکسی از به هر حال هیکل الانم که خب خیلی لاغره. بعد توی لایوی هم صحبت کرده بودم راجع به اینی که من چطوری تونستم وزنمو کم بکنم و غیره. بعد با سیما که صحبت میکردم، سیما گفتش که من خیلی دوست داشتم که تو با دخترم آشنا بشی، دختر منم زیاد چیز نمی کنه، خیلی ارتباط نمی گیره، خیلی اهل اینی که این ور اون ور بیاد با من زیاد نیست. مثل که حالا اون موقع اینم گفت که حتی یه سری دوستای صمیمی داشته که اونا الان از شهر ما رفتن و این یه ذره تنها شده و همه اینا رو گفت، گفتش که آره وزنش هم زیاد شده، دختر منم چاق شده و دوست داشتم که در این رابطه مثلا با تو صحبتی بکنه، چیزی باشه، که البته این کانکشن و این ارتباط هیچ وقت برقرار نشد. ولی اون موقع گفت آره اسم دخترم آریانوشه و اینا، با ما در این حد صحبت کردیم که در این حد صحبت کردیم. امروز دیدم که سیما یه دونه اسکرین‌شات فرستاد، که البته این اسکرین‌شات رو دیشبم وحید فرستاده بود توی گروه تبادلی که ما داریم، که این پیج زیبا قلابی، ببینم اگه بتونم مثلا اسکرین‌شات رو الان بهتون نشون بدم، بذار پیج زیبا قلابی میره این آیدی منو، این بالا این آیدی منو خب در میاره، این آیدی پیج منو در میاره و این عکسای دختر سیما رو، حالا من حد زدم بعدش گفتم این احتمالاً از فیسبوک بوده باشه، میذاره پایینش و ادام میفرسته برای سیما که مثلا آره سحر اومده گفته که اینا عکسای دختر سیما است، اگه میخوای پخشش کنی بیا ببر بذار توی پیج تو این صحبت ها، که وعیدم بهش گفته بود اینا میخوان تو رو اذیت کنن و اینا ساختگی و فلان و اینا. امروزم برای من خودش این اسکرینشات رو فرستاد که منم در تایید این که بله اینا ساختگیه براش یه ویسی دادم و اینا. اما جدای این مسئله برای من این رفتار اینا، حالا مثلا یه مقدمه چینی بود که بخوام این صحبت رو بکنم، برای من این برخورد سیما خیلی چیز شد، خیلی بد بود که شما میای به زیبا وایس میدی، وایس هم نمیدی از طریق حالا وحید، اکانت وحید فلا اینا، که به زیبا بگو اگه یک بار دیگه اسم دختر منو توی لایوش بیاره من نمیدونم قانونی اقدام میکنم، من میرم شکایت میکنم ازش فلان فلان چی چی. حالا تمام لایو زیبا رو که شما ببینید راجع به دختر سیما میگه که من از آریانوش دختر سیما بدم میاد، این حرفو میزنه. حالا یه چیزی هم که میکنه، انتقادی هم که به سیما میکنه، میگه که تو راست میگه 24 این موبایلش آن بود، خب ساعت ترکیه هم با امریکا خیلی تفاوت داره دیگه، مثل تقریبا ایران و امریکا، چون با ترکیه نیم ساعت اختلاف ماست، مثلا روز اوناست نصف شب،
اینا هی میدیدی مثلا ممکن بود آلارم بیاد، صدا بیاد، بعد زیبا میگفت تو چرا گوشی تو آف نمی کنی؟ تو چرا مثلا سایلنت نمی کنی که بخوای راحت بخوابی؟ نه من ممکنه دخترم یه مسئله پیش بیاد، ممکنه دخترم یه کاری داشته باشه و من باید حتما آن باشم که مثلا به من زنگ بزنه. خب حالا گیریم اگه همچین اتفاقی هم بیفته، شما که این ور دنیایی، ایشون اون ور دنیاست، چی کار میخوای بکنی؟ ولی منظور اینه که این حالتی که سیما نشون میداد نسبت به دخترش که انگار مثلا باید اینطوری در خدمتش باشه، اینجوری، این توجهی که داشت، خب دوست داشتنی نبود، از نظر منم نبود این مدل توجه های اینجوری، که حالا فقط سیما هم نیست، خیلی ها حتما همه تونم دوروبرتون اینجور کسا رو دیدین که یه جوری راجع به بچهشون صحبت میکنن که مثلا دیگه انگار تمام، انگار به قول زیبای تشبیه جالبی کرد، انگار که مثلا قطبه، یه قطبیه که چیز کنه، من یه لحظه پیام بدم، تلفنم زنگ خورد. خب آره داشتم اینو میگفتم. حالا ایشون فقط اومد گفتش که این انتقادار کرد و گفتش که من حالا خوشم نمیاد اینی که من میرم نمیدونم شکایت میکنم، من میرم نمیدونم اسم دختر منو حق نداره بیاره، نمیدونم فلان نباید بکنه. خب حالا چه صحبتی شده، چه حرفی مگه شده؟ همین مسئله ای که سیما هی پلیس پلیس میکنه و هی اسم شکایت رو میاره، این دفعه چندم بود. دفعه اول سر اینی که گفت زیبا، این البته مال چند سال پیش بود، فامیلی منو چرا گفته توی لایوش، چرا گفته مثلا سیما سپر. بعد دفعه دوم با مجید سر جریان وحید که مجید برگشت اونجوری به وحید گفت نمیدونم من تو رو فلانت میکنم و تهدیدهای این مدلی، سیما هم برداشت یه جوری مقابله به مثل، یعنی این رو من انگار معادل همون مدل تهدیده میدونم، منتها اون این یه ذره انگار شیکتره، من مثلا شکایت میکنم، اگه میتونی بیا این حرفا رو به من بزن، من وکیل دارم، من ازت شکایت میکنم. ولی بازم یه جور برخوردی نیست که آدم بخواد مسئله رو با طرفش حل بکنه، همش انگار مثلا اون حالا میخواد متوسل بشه به زور بازوش و نمیدونم اینی که من آدم دارم و فلان دارم بیسار دارم، این طرفم باز میخواد متوسل بشه به اینی که حالا من وکیل دارم و من میتونم شکایت بکنم ازت و من نمیدونم آدم پیگیرم فلان. ولی دوتاش یک چیزو میرسونه، یک حس رو میرسونه که هیچ کدوم به این صورت نیست که بخوای آقا بیا اصلا ببینیم مسئله چی بوده، مسئله رو خودمون بازش بکنیم، خودمون حلش بکنیم، چرا بخوایم بریم متوسل بشیم به نمیدونم پلیس و فلان و اینا. که همین دیگه، این چیزها رو هم که برای من فرستاد و من الان هم دیدم این دوباره این پیج زیبا قلابیه برداشته بود اینو زده بود که آره نمیدونم به دختر سیما نمیدونم رحم نکه، هیچ چیزایی حالا ادبیات خودش، من که حفظ نمی کنم اونو. ولی خب من بعدن من حد زدم که این احتمالا هرچی بوده از فیسبوک بوده و عکسایی بوده که ایشون خودش داشته. حالا همین مورد بعدی که من میخوام راجبش بگم برمیگرده به فرشته، فرشته رخشانی از آلمان، که حالا من با خود فرشته خیلی کار ندارم، نمیخوام راجب خودش زیاد صحبت بکنم، اون بخشیش که به سیما برمیگرده رو میخوام بگم.
من یه صحبتی از زیبا شنیدم، البته این مسئله معلولیت رو قبلا فرشته خودشم توی لایو گفته بود که من نمیدونم 70% معلولیت کارت 70% معلولیت گرفتم و خیلی چیزا براش رایگانه، از جمله مثل بلیت قطار رو نمیدونم، خیلی امکاناتی که حالا برای فرشته در نظر گرفتن به عنوان معلول 70%. اینو توی لایو زیبا یه بار اومد صحبت کرد، یه باری هم من تو لایو خودش یه چیزایی شنیدم، تیکایی رو شنیدم که داشت به این اشاره میکرد. زیبا گفتش که وقتی که فرشته اومده اینجا و بحث اون بلیت قطارش و اینا شده، گفته که مثل اینی که حالا من تیکه رو چون نقل قول دارم میکنم یه ذره این بر اون بر میگم، ولی محتوا این بوده، مثل اینی که حالا نمیدونم سیما سوال میکنه راجع به بلیت فرشته و فرشته میگه که من بلیتمو بلیت برای من مجانیه، بلیت من مثلا زیبا میپرسه که تو از این بلیت های چیز اومدی 49 یوروی اومدی، میگه که نه من با همین کارت معلولیتم میتونم بلیت رایگان بگیرم و من رایگان اومدم. میگه سیما یه دفعه یکی خورد و من نمیدونستم. اینو شما این قسمت داشته باشین. بعدش توی لایو سیما میاد میگه که اینا هزینه میکنن، مثلا فرشته رو میگه که هزینه میکنن و بلیت میگیرن. خب سیما چرا اونجا نگفتی که بلیت فرشته رایگان بوده و هزینه نکرده؟ حالا مسئله چیه؟ مسئله اینه که برای خودت این سوال نشد که از فرشته حتی بخوای بپرسی که فرشته شما چطوری 70% معلولیت داری و کارت اون معلولیت 70% رو داری، در صورتی که در این حد جسم تو سالمه که 2 تا یا 3 جا کار میکنی. من هتل میدونم کار میکرد، رستوران کافی شاپ میدونم کار میکرد، یه جا دیگه هم حالا نمیدونم 2 یا 3 جا من میدونم که کار میکنه. خب چرا این مسئله رو ازش نپرسیدی؟ شمایی که اینقدر رابطتون با هم خوب بود و خب خیلی صحبت ها با هم میکردین، خیلی لایو ها با هم داشتین و من اینو این مسئله رو و حتی نخواستی بیای خودت توی لایوت بگی. این برخورد سخت ریکانکت شدم. من نمونه این برخورد رو چند جای دیگه هم به صورت حالا کوچیکتر توی سیما دیده بودم. یکیش وقتی که ترکیه بودیم، البته زیبا متوجه این نشد، من دیشبم که ازش پرسیدم گفتش که نه من حواسم نبود اینو نشنیدم، ولی من خودم این موضوع رو متوجه شدم که وقتی دفعه اول که بلیط زیبا کنسل شد که هیچی، دفعه دوم که میخواست بره سیما حالا شوخی جدی به زیبا گفتش که زیبا اگه میخوای من تست کرونا تست مثبت دارم که تو بتونی مثلا اینو ببری به شرکت هواپیمایی نشون بدی که من کرونا تستم مثبت شده و اونا مثلا بلیت تو بهت پولشو برگردونن یا به هر حال موظف بشن که برای تو این خدماتو بدن که اگه نمیخوای بری پولی ازت کم نشه. یه همچین کارهایی، یه همچین در واقع کلکای این مدلی که خب حالا بیشترم کسانی که خارج از کشور هستن، چون توی ایران خیلی ما خدمات اجتماعی نداریم که حالا بخوایم براش کلک هم بزنیم، ولی یک همچین کارهایی رو من توی سیما، یعنی این دو مورد رو اینجوری متوجه شدم و احساس کردم که ایشون خیلی آدم صادقی نیست در این رابطه ها. در این رابطه ها خیلی آدم صادقی نیست. من مدارک بیشتری ندارم که بخوام بیام راجبش حرف بزنم یا ثابت بکنم یا مثلا برای حرفی که میزنم فکت های دیگه ای ندارم، ولی این چیزا، این برخوردهای این مدلی مثل یه نشونه هایی بود برای من که بگم که خب پس
سیما مثلا این کارا رو میکنه، یا براش این حرکت فرشته خیلی مثلا چیز نبود که خب فرشته چرا اگر که تو مثلا این توانایی جسمی رو داری، چرا اگر که تو مثلا اینجوری اونجوری رفتی یه کاری کردی که به تو مثلا بردارن کارت معلولیت 70% بدن، مثلا همون کاری که رضا شیخان کرده بود و اینو بارها زیبا توی لایواش هم تعریف کرده که میگفت یه دفعه سر ایستگاه تاکسی شروع کرد به لنگ لنگ راه رفتن. زیبا گفت چی کار میکنی؟ گفت آره من نمیدونم کارت معلولیت دارم، این کار بکنم مثلا تاکسی رایگان میشه، کارای به این شکل. این چیزا آدم رو به این فکر میندازه که انگار مشکل اصلی سیما با زیبا بحث این صداقت هست، بحث این رازنداری است، بحث اینه که تو دیگه بخوای در این حد شفاف باشی. من فکر کنم خودش خیلی، ببین یه مورد دیگه، وقتی که ما توی ترکیه بودیم و اون دعوای من و وحید پیش اومد که وحید من هول داد، سیما اونجا زودی چیز کرد که آره وحید تو میخوای اینجا بمونی، تو میخوای اینجا اقامت داشته باشی، اگه این ویدیو رو نمیدونم بفرستن برای کجا تو رو ردت میکنن، اینجا نمیدونم هول دادن یه خانوم یا تهاجم کردن به یه خانوم خیلی جز نمیدونم خلاف قوانینه و این چیزا. اون حالتشو من دیدم که انگار مثلا خیلی چیز شد، توی این فکر افتاد که الان ممکنه این موقعیت وحید از این نظر به خطر بیفته. بعد خیلی راحت برداشت چند بار گفتش که نه وحید تو رو هول نداد، زیبا خورد به تو که تو افتادی. در صورتی که من که خودم توی اون چیز بودم، توی اون فضا بودم، و بعدن حتی خود وحیدم اومد گفتش که توی اون وایسی که ما پر کردیم هم باشه، که گفتش که من یه لحظه ببخشید، گفتش که من آره من هولش دادم، من هول دادم سهر رو، مسئله نبود که، ولی اینی که تو میای مثلا دروغ میگی و یه چیز دیگه میای میگی برای اینی که مثلا اون موقعیت طرف به خطر نیفته، اون حالا مصالحی که توی ذهن تو داری، من فکر کنم گیر اصلی شما با زیبا سر همین مسائله، سر همین چیزاست. خب میگه که خدا رو شکر سیما راهتون نمیده. دقیقا سیما از یک جایی به بعد این هوشیاری رو پیدا کرد که چه کسایی رو راه بده و چه کسایی رو راه نده، همونطوری که دعوتش رو هم از زیبا پس گرفت. البته خودش نیومد بگه و این رو به نیابت از سیما وحید توی یه وایس کرد و به زیبا گفتش که آره سیما میگه که من دعوتم به ترکیه رو از تو پس میگیرم. خب مثلا دقیقا همین جریان شقایق، مثلا همین جریان شقایق که شقایق از پرند که حالا شقایق اومد گفتش که من با دخترم و نوم میخوایم بریم ترکیه، میخوایم بریم استانبول، و به این فکر کردیم که خب مثلا ما به جای هتل بریم خونه سیما. حالا بعدا خودش هم گفت خب قطعا اگه مخارجی میشد نمیدونم چیزایی بود خودمونم مشارکت میکردیم، ولی گفتیم حالا به جای اینی که ما بخوایم فقط صرفا هتل بریم، بریم اونجا پیش سیما با خود سیما هم آشنا بشیم، نمیدونم
مثل زیبا حرف جالبی میزنه. به جای اینی که حالا آدم هر جا میره سریع به خود هتل بگیره، خب بره توی اون شهر روابطی که داره ببینه که خونه اونا بره. و سیما برگشت اینو رد کرد، خب برای اینو رد کرد، شقایق رو رد کرد و بعدن هم گفت نمیدونم احساس کردم که این فقط میخواد به عنوان هتل از من استفاده کنه و حرف این مدلی که حتی با خود شقایق فکر کنم مثلا صحبت رو در رو هم نکرده بود. ولی از اون ور با یه فردی مثل سمین قرار گذاشت که سمین رو دعوتش بکنه، با سمین با هم برن آنتالیا، نمیدونم یعنی حتی در این حد که با هم سفر برن، خونش بیاد، همه این چیزا. برای من یه سوال شد که خب سیما چه فرقی بین شقایق و سمین بود که سمین رو اینجوری پذیرا میشی ولی شقایق رو حتی حاضر نشدی که یه ذره بیشتر باهاش حرف بزنی، یه ذره بیشتر باهاش جلو بری و اگه مثلا یه سری حالا نکاتی تو ذهنت هست خب بگی، اصلا بیای بگی که شما میخوای بیای خونه من، حالا من حتی انقدر هزینه میگیرم. خب ولی همینم حاضر نشدی، در صورتی که حالا اگه بخوایم بگیم که مثلا سمین یه سری کارهایی برای وحید کرده، یه سری نمیدونم خونش رو در اختیار وحید گذاشته، نمیدونم آورده برده یه سری کارهای اینجوری، خب شقایق هم همین بود، شقایق هم همین کار رو کرده بود و حتی خود منم اون موقعی که ما فکر کنم سه روز توی خونش بودیم، بعد بچه های مختلفی رو رفته دیده، به هر حال جزء یکی از روابط اکتیو ماست، جزء یکی از روابط اکتیو ماست و یه صرفا آدمی نبود که بگی مثلا هیچ کاری نکرده فقط اینجا یهو سر کلش پیدا شده داره میگه میخوام بیام خونت. من حس کردم که به هر حال یه جوری انگار یه برخورد، حالا اسمشو نمیدونم اسمشو طبقاتی بذاریم، اسمشو چی بذاریم، ولی یه برخوردی داشت به شقایق که برای من خود من سوال برانگیز شد که خب بالاخره مثلا تفاوت شقایق با حالا سمین چی بود که اونو راحت پذیرفتی ولی این رو در همین حد نگه داشتی و نخواستی و فقط یه نه گفتی و بعدش هم حالا وایسا و حرفایی که توی کانال هم راجبش بود. اینا یه سری نکاتی بودن که من میخواستم بیام امروز توی این لایو خود من شخصا کوبیدن سیما نیست. من همین الانی که اینجا نشستم و دارم این حرفا رو میزنم واقعا حس نفرت به سیما ندارم و اینی که بگم حالا مثلا باهاش یه چیزی ندارم، یه دارم سیب رو خواهم سیب میخوام ریز کنم و کمپوت درست کنم، داشتم لایبت هم گوش میدادم. خوبه همین که شروع کردی همچین حرفایی رو زدی، همین که خیلی هم منظم خیلی مرتب صحبت کردی خوبه. به نظر من اگر چند موردی که عنوان کردی مثلا موردی بیاد فرض کن سیما همین موردها رو مثلا مورد این که چرا من به متوسل به پلیس میشم، چرا متوسل سریع متوسل به شکایت میشم، چه کسانی همچین کاری رو میکنن، خب این خودش یه موضوع. یا ولی در مورد لحظه من چون منو اینجور پیشنهاد داد بذار من یه لحظه این سیب هم داشتم این مسئله هدیه رو که هدیه ای که به من داده بود و گفته بود که من میخوام که
من از و با دو تا اکانت هم میام، نه فقط فرض کن که حالا البته این اونجوری که تو گفتی نبود، نه باید از قبل از اینجا گفت من میخوام بیام بیرون. خب ولی ایراد در کجاست؟ این که وقتی تو میخوای مثلا یه هدیه رو بگیری، خب من اون عنوان یه هدیه که تو داری برای من میاری عنوان شده بود، این که میگه خب اگر سر جاش باشه برمیگردیم، این که خب من در مقابلش چه کار دیگه میتونم بکنم دیگه. نه این که من به خاطر یا حتی فقط خبری عنوان بکنی، من دیگه خب میخوای بری برو بید. برو. بعد چند بار گفت من میخوام از گروه برم بیرون، وایستادم اینجا دیگران نگن که به خاطر چیه چیه چیه، بذار برگردم به ترکیه. چه از این که عنوان میکنی در واقع به هربز علیه زیباست دیگه که من از گروه میام، وگرنه تو مشکل با نوری داری میری تو این رابطه، من اگه الان نمیای نمیگی من خودم میتونم لایف بذارم، میرفتی در مورد پیجت هم در مورد چه صحبت میکردی. یه نکته جالب هم که گفتی اصلا نوری تو گروه نیست، پس چه جوری تو این اونو عنوان میکنی به من؟ حالا من اونجا دیگه مسائل زیاد بود و اینکه حالا من بخوام بشینم بحث کنم، آرامشش هم برام مهم بود، خب گفتم خب برو، ولی وقتی خودش فکر بکنه، بعدم که وقتی رفت خب فقط از گروه نرفت که از کانالم رفت، آنفالو هم همون کرد. حالا میخوام بهش بگم که اگه یه زمانی خواست فالو کنه یا بخواد بیاد تو گروه، به همین راحتی دیگه نیست. حالا فالو که نمیتونم جلوشو بگیرم. البته الان نمیدونم دیگه، قبلش هم دیگه فالو چیز کرد. این آنفالو. تقی به تو قی میخوره، تو میای اساس یک جریان رو زیر سوال میبری، این اشکال دیگه. تو میتونی دیگه یه مدت فاصله میگیرم، مگه خود افرادی که اصلا فاصله نمیگیرن؟ یه فاصله. بعدش هم این که ما من خودم هم توی این رابطه ضعیف برخورد کردم که این از که بودم باشه برو، مگه چی میگن در چیه چی میگن دیوی بازه های در دیوی نه کجاست که هی میرم میام مسجد یا حالا نمیدن یه اصطلاح چیزی هست. خب تو این کار رو به عنوان یه هدیه ازت گرفتم، بعد اومدی ده برابر بدترش هم کردی، بعدش ما حالا تازه وقتی میخوای ما رو فالو کنی، الان هم که این حرفا رو که ما زدیم، من یه اولین لایوم رو که گذاشتم من بلاک شدم و چطان پاک شد. خب عصبانی هستی، روش عصبانیت رو دم یاد بگیره که چجوری با این عصبانیتش بهش برخورد کنه و متوسط شدن به این مسئله پلیس و نمیدونم فلان، اونم سر چی؟ اصلا مثلا بری بری که اسم تو فکر کنم الان پلیسم، آخه بابا یه کاری آدم نکنه خنده دار بشه. سر کسایی که اینجا بودن، مریم احمدی هی میره پلیس، آخر سر پلیس دیگه شده بود خنده برش، حالا نمیشه که دیگه تو میری یه چیزی میگی، آخه اونا باید هندون فوت داشته باشه، تو یه حرفی رو مثلا رفته بیاری من با پلیس هم از گیر پلیس هم من رفتم الان پلیس. خب چی شده خانم؟ ایشون رفته صحبت کرده اسم دختر منو آورده، مثلا اون یکی برگرده بگه تیام، این یکی برگرده بگه مثلا آریا روش، و بعد گفته من از دخترت بدم میاد. حالا شما جای پلیس باش چیکار میکنه بهت؟ چیکار میکنه؟ من دیگه نمیگم چیکار میکنه، یک فردی که یه مقدار تو اجتماع باشه خودش میتونه متوجه بشه که بابا ما حرفی بزنیم که هندون فود داشته باشه، یه جوری نباشه که آدم احساس کنه که یه دفعه بگه خب این فر چند کلاس درس خونده، بابا یه ذره تو جامعه آدم باید باشه تا بتونه بفهمه که روابط اجتماعی، روابط قضایی، روابط فلان و اینها اصلا منظوراتشون چیه، چه چیزی هست. خب این از این مسئله
بعد من این مکانیسم جبرانی رو خیلی قشنگ گفتی. نکاتی هم که مثلا خب شما الان از یه چیزی ناراحت نمیتونی عنوان کنی، بعدم انگار که در رابطه با این مسئله ما چیز هستیم. خب البته سیما یه برخورد خوبی در رابطه با مسئله نوری کرد و این که گفت من آماده ام صحبت کنم. اینجا یه پوینت مثبت به قدرت سیما میدیم. خب و اینجا نقطه ضعف برمیگرده به نوری که نتونست بیاد. دقیقا اونجایی که درست برخورد کرد اثر مثبتش هم دید، یعنی گفتگو و ارائه دادن و مردم رو مسائل رو به درستی مطرح کردن و این. ولی خب حالا اصلا من اونجا اینجا اصل جریان اون کسی که انقدر دوستش داره بیاد این کارو بود که این مسئله بود. یکی دیگه هم یه چیز نوشتم داشتی میگفتی چند تا محور بود. خوب خیلی چند تا همین محورها رو میشه خیلی منظم مطرح کردی. آها دیسابیلیته، این مسئله بهینه. ببین سکوت قشنگ ایگنور کردنه. خیلی نکته جالبی رو گفتی. حالا که با وجود اینکه امروز چون من باید برم دنبال سمیرا ساعت 9، امروز من این برنامه چیزو نمیتونستم بذارم، فردا میذارم. ولی من یادمه، تو من رو یادم بنداز که در رابطه با اون مسئله سمیرا که اون تختش بود چی بود؟ آها هدا اومد گفت یه آره. دستگاهی که رو تختش آره. یه ذره صدا پایین نمیدم حالا اشکال بعد مهم نیست میشنوم. من آره. یادم دقیق نه این خوبه که چه خوبه که این جور لایوا شروع بشه. مثلا من اگه میمدن مسئله رو مطرح میکردم مثل تو توی این لایو تو تجربه ها رو از زاویه خودت مطرح کرد. برای من خودم دوست داشتم بشنوم ببینم چیزایی که گفتی، نمیدونم اونایی که نمیدونم در مورد به هر حال زوایایی رو گفتی که من اگر بودم نمیگفتم که یاد نمیدونستم بگم دیگه. ببین در مورد سمیرا یادمه خیلی با قدرت اومد با اینفورمیشن خیلی بیشتر آمریکا در چه شرایطی دیسابیلیته میده نمیدونم چه چیزی ده. خب تو که همین یادته یا نه؟ آره اون موقعی که یادم دقیق یادم نیست ولی میدونم که خیلی قشنگ اینوالف شد در این جریان. نه اینه اینجوری میدن اونجوری میدن. خب یه آمریکا یه کسی که تو آمریکا زندگی میکنه در مورد مسائل لندن میگه، انگلیس میگه، همین آدم نمیتونه در مورد اروپا و چیز دو تا سوال کنه و حتی طوری بگه که اصلا یه همچین چیزی نشده. الان من میگم یه جای دیگه توی یه لایو دیگه اینجوری که بلیت مثلا گرفت اومده، یعنی یه طوری که قشنگ ایگنور کردن. من نمیگم اصلا شاید واقعا به حق گرفته، من نمیدونم که. ببین بحث اصلا این نیستش که ما که نمیدونیم که شاید اون خانمی که همه فرشته رخشانی این کارتی که هم گرفته به درست. من تجربه خودم در رابطه با یه سری افرادی هست اینجا از اولدوز گرفته، از رضا شیخان گرفته، از عدگی یا هر کی رو که میبینی ستاره نمیدونم چی اینا همشون رفتن فرو رنته. فرو رنته یعنی رنته بازنشستگی زودرس و این که ما نمیدونم چند درصد نمیدونم اینجامون اونه اونجامون اینه اینجامون دم 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 هست. خب حالا من تجربه که دارم ولی ممکنه درست باشه، حقش هم باشه. بله ممکنه نتشم باشه. من از موزه یک کلفت امروز اومدم امروز لایو قیافم و اینام همش خودم اومدم بهت بگم کلفت منو درست موقعی آوردی که کلفت خودمی حالا شدم منم کلفت شدم. من کلفت الان سمیرا
میخوام گل درست کنم، میخوام فلان کنم، میخوام یه سری چیزایی انجام بدم. حالا میخوام اینو بگم که چرا سوال نکردی؟ من همون نمیگم آره که بگی درسته یا نه، ولی من اگر الان یه دفعه یه کسی میاد میگه من یه بلیت فلان دارم اینجور دارم رایگان اومدم، میگم چطور شما گرفتیم؟ اصلا کجا مثلا کجا هندیکپی کجایی چی ایراد چیه؟ مثلا ناخونت شکسته یا حالا نمیدونم هر چی، بالاخره هر کدوم از اینا میتونه یه درصدی باشه دیگه، ولی سوال میشه دیگه، سوال میشه. همونطوری که سیما یه دفعه پروفسور میشه در رابطه با سمیرا و میاد اونجا تحت قوانین در 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 قوانین میاد، خب اینجا دیر 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 دو تاش بیاد. من هم دو تا سوال دو تا مسئله و خیلی چیزای دیگه ای که حالا من خودم، حالا خیلی خوب شد اینا گفتی ها، من خودم چند تا فردا امیدوارم حالا چه وحید استوری کنه موردهای مختلف. اینا حتی اگه من دارم بدترین حرف رو میزنم میگم بتمرک، نمیگم بشین، نمیگم بفرمایی، نگاه کن ببین اگه اون کمرکیدنی که من گفتم خوبه درسته، شکل در نظر نگیر، میشه شکوفه دیگه، به اندازه کافی شکوفه داریم، شکوفه ها داریم، برخوردت از موزه، برو برخوردت رو درست کن، طرز صحبتت رو درست کن. هنوز که هنوز باید شکوفه ها انتقاد کنن تا مثلا ما برخوردمون درست باشه، تا اینا به ما یه لطفی کنن و انتقاد ما رو بپذیرن. بابا انتقاد در ذات خودش ببین درسته یا نه، اصلا زیبا اه 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 زیبا خیلی بد مطرح کرد، ببین درسته یا نه، بشین با خودت تو این سوال. من تا حالا خیلی جالبه، خیلی جالبه که تو بیاد مثلا فرض کن اصلا یه سری چیزایی برای تو چطور سوال میکنی، میای سوال میکنی که سوالم نه، حتی میاد میگه شما خواهید یه بویسی داد، من ازت دیگه چی بگم چه جوابی بگم که چرا رفتی اون گلخونه که لایب گل رفتیم با هاوس که من از پیج تو گذاشتم، نه با چیزا نه با از پیج تو گذاشتم، اون اول که رفتم گل نبود، چرا تو این اینو تو این زمان گذاشتی که فرشته لایف داره؟ پس خیلی کودکانه است، اصلا وایسشو بفرستم آخه. اگر میپرسید که زیبا، اگر یه آدمی منصف باشه، اگر من میگه که زیبا آیا عمدن این کارو کردی؟ تصادفی بود؟ خب من اصلا من الان نمیدونم فلان نمیدونم کیه، حالا چی بگم فلانی هم مثلا خانم چیزی هم میخواد دیگه لایو بذاره، ما باید بدونیم من بادا چیز داشته باشم، و من اصلا نه ایشونو میشناسم نه میدونم، نه مثلا میشناسم که اصلا یعنی فالوش دارم نه فالوش دارم نه مثلا میدونم. اگر این فرد میومد مثل آدم مثل چیزی با من در این رابطه در این ساعت، من حتی منو تک میکرد، من گفتم خب بچه ها این در این ساعت داره، خب برید ما یه ساعت نیم ساعت دیگه لایو همونو میزن، مگه متحدیم بهش؟ مگه ما چیز هستیم که آسان؟ حالا مثلا این خانوم حرفایی زده در رابطه با فلان که ما رفتیم اونم من تو باهاس یه دفعه دیدم که گل نیست، گل پیدا نکردن، گفتم خب حالا اومدیم اینجا برای بچه ها حداقل یه دو سه تا چیزایی دیگه نشون میده، هنوز شیوه برخورد درست منصفانه بیاد مثلا سوال کنه. زیبا از تو هم سوال دارم،
هنوز این همون بحثی که در رابطه با دخترش کردی، فردی نگاه میکنه به مسئله، فردی نگاه میکنه، نمیگه که خب اینجا مثلا فرشته من در این رابطه تو رو قبول ندارم، زیبا در این رابطه تو رو قبول ندارم، زیبا در این رابطه از تو سوال دارم، یا در مورد مثلا دخترش خب اشکال نداره نظراتتون رو بگه. اون فرد یه فرد حقیقی حقوقی هست، مثلا تا بابا رئیس جمهور هم این حرف رو نمیزنه که درباره ما حرف نزنه دیگه، نو مور کامنت، برم بقیه کارام انجام. در هر حال به نظر من بسیار کار قشنگی کردی، کار خوبی کردی که حداقل از زاویه دید خودت عنوان کردی و این باعث میشه فرهنگ گفتگو بشه. اگر بیاد شخصی نبینه که آی سحر اومده منو کوبیده، بگه سحر من حرفاتو گوش دادم، اینجا این درسته، این فلان. من منتظرم ببینم حتی توی این... چی؟ بگو حرفتو. نه شما تموم کنید بعد من میگم. یکی در این رابطه حتی من احساس میکنم حتی وحید هم، وحید باز شخصی نگاه میکنه تا جریان. مثلا فرض کنیم که یه دفعه که الان مواظبه که مثلا آدم ها توی این رابطه، بابا آدم ها رو ول کنیم، اگه یک حرکتی یه چیزی یک مسئله هست، ما در رابطه با اون مسئله که درستی اون مسئله عنوان کنیم. حالا خود وحید بمونه تا در جای خودش، بریم دنبال کمپوتمون. نوشه جونتون کلفت تو شد اون دیگه کلفت سر. منم از فردا کلفتی رو شروع میکنم، هدفمند 3 روز براتون لایو و ویدیو هم میگیریم میفرستیم. آره خیلی جالب. آره تیم خوب شد اتفاقا، این هم حالت طبیعی نرمال ماستی. بای بای، مرسی، خدا حافظ.